همکارم آرش الان اینجا در استودیو با ماست. هر چقدر که خانم کارین ژان پیر بخواد اوضاع رو بهتر نشون بده و هر چقدر هم که آقای بایدن از کارنامه اقتصادیش دفاع بکنه، اعداد و ارقام خیلی به نفع اونها به نظر نمیاد باشه. و مخصوصا می‌دونیم که الان دارن نزدیک میشن به انتخابات بعدی، بنابراین اقتصاد مهمترین مسئله است که رای دهندگان آمریکا بهش توجه دارن، و اینکه شما این جنگ رو حداقل در رسانه ببازید خیلی بد میتونه باشه، مخصوصا برای رئیس خانم کارین ژان پیر. واقعیت این است که از دو سال پیش، از موقعی که تورم در آمریکا شروع شد به شدت بالا بره، تورمی که آمریکایی‌ها میگن تورم بی سابقه است در 42 سال اخیر، حدودا بین 9.2 تا 8.9 بسته به اینکه کدوم گزارش‌ها رو بخونید، که برای آمریکایی‌ها عرض می‌کنم باز این داستان خیلی غیر قابل پیش بینی بوده و غیر قابل، در واقع نمیتونستن راهی پیدا کنن که این داستان رو پیش بینی بکنن. الان بعد از این مدتی که نرخ بهره در آمریکا آروم آروم بانک مرکزی سعی کرد اون رو افزایش بده برای مقابله با نرخ تورم، میخواستن نرخ تورم بیارن تا حدود 2%، که هنوز هم موفق نشدن. افزایش پشت سر همه نرخ بهره در آمریکا باعث شده است که هزینه قرض گرفتن پول در آمریکا بره بالا. تمام این بیزنس هایی که خرد و کلان در آمریکا میتونستن وام های بسیار سنگین بگیرن با بهره های بسیار پایین، و اگه بهره وری خاصی هم نداشتن در اقتصاد آمریکا، بازم به خاطر این وام ارزون میتونستن یک جوری سر به سر کنن. الان که نرخ بهره رفته بالا، به شدت وارد مشکل شدن. ما میبینیم پشت سر هم بانک های مختلف آمریکایی دارن اعلام میکنن که کمبود نقدینگی دارن، مخصوصا بانک های کوچکتر. و الان هم داستان به بانک ببخشید حرفتو قطع میکنم، به بانک اشاره کردی، اتفاقا بانک سیلیکون ولی رو تو تصاویر داشته میدیدیم که تحت همین شرایط اقتصادی به ورشکستگی رسید، و ممکنه این داستان به راحتی برای بانک های دیگر هم اتفاق بیفته فردا، به خاطر که اگر شما یک شرکتی هستید که در یک بانکی حساب دارید، میلیون ها دلار اونجا دارید، تمام کارمندانتون وابسته هستن، ممکنه حتی شرکت شما کار اشتباهی هم انجام نداده باشه، ولی فردا بانک بگه ببخشید ما دیگه نقدینگی نداریم، تمام کارمندان شما تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. و گزارش ها حاکی از این است که این نگرانی ها در مارکت آمریکا وجود داره، و واسه همین هم خانم کارین ژان پیر به سرعت و شدت به این گزارشی که به نقل از مقامات بانک مرکزی مطرح شده بود، مبنی بر اینکه الان ما همین الان هم در یک رکود ملایم هستیم، میبینیم اینجوری واکنش نشون داده. خود این کلمه رکود، حالا هر چند یک ملایم هم بهش اضافه کردن، ولی ترسناکه برای بسیاری از آمریکایی ها. بهش میگن the R word، recession، رکود. خیلی ازش میترسن اینجا. حداقل دموکرات ها الان فکر میکنن که اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه، احتمالاً همون یک ذره برتری هم که آقای بایدن فعلا در نظر سنجی های در مقابل آقای ترامپ داره، اون رو هم ازشون بگیره. منتها نکته اصلی این است که قدم بعدی برای بانک مرکزی چه خواهد بود؟ آیا بانک مرکزی همینجور ادامه خواهد داد به افزایش نرخ بهره؟ باعث میشه که ما ببینیم روی بعضی از صنایع آمریکا تاثیر مستقیم میذاره، مثلا الان در خرید خانه ما میدونیم آمارهای امسال نسبت به سال گذشته 85% کاهش پیدا کرده در خرید خانه. چرا؟ بهره رفته بالا، مورگج گرونتر شده، دیگه معنی نداره شما بخوای بری 7% 8% خونه بخوای بخری. و اینو به خیلی بخاری. از اونایی که با نرخ قبلی داشتن، اگر نرخشون متغیر باشه الان باید پول بیشتری بدن. دقیقاً. و اینا هم تعدادشون کم نیست، یک لشکری هستن از این آدما. یواش یواش ما میبینیم کمبود فروش خونه باعث کمبود سرمایه‌گذاری در این صنایع میشه، و شغل کمتر خواهد شد، و آروم آروم این یک توپ گله برفی است که ممکنه الان از اون بالا داره آروم آروم کوچیک به نظر میاد شروع کنه قلق خوردن بیاد پایین، ولی وقتی میرسه پایین تبدیل به یک واقعا توپ بسیار بزرگی بشه که آقای بایدن رو هم ببله. همیشه میگن در انتخابات، به خصوص این یکی از حرفایی که از دوران انتخابات آقای بیل کلینتون بود که یکی از مشاورانش میگفت دیوونه، اقتصاده که مهمه، و خیلی هم الان شاید فکر بکنن که انتخابات بعدی، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، گره بخوره به همین وضعیت اقتصادی. ببین امروز هم یه گزارش دیگری بانک مرکزی آمریکا منتشر کرد از تورم نقطه به نقطه، همین که خانم کارین ژان پیر داشت بهش اشاره میکرد، که نسبت به سال گذشته میگوید که تورم شده 2.7%، ولی بازم این نقطه به نقطه است. اگر شما نگاه کنید نسبت قیمتهایی که مخصوصا در قیمت مواد خوراکی در ایالات متحده است، بعضی از آمارها میگوید 13، بعضی ها میگن 15% بعضی از این اقلام افزایش پیدا کرده. برای همونه به جای استارباکس کافی آفیس رو میکنه. خب دیگه اینم از اون چیزایی که شما وقتی روز ست فرداد فرزاد میاد بعد انتظار داشته باشید که مچتون رو اینجوری بگیره. ممنونم از آرش علی همکارم اینجا در استودیو.